یکی از جنبه های این بحران اینه که صدها میلیون نفر بیکار شدن یا به زودی بیکار خواهند شد و کارگران شغلشون رو از دست دادن. بسیاری از این کسبه مثلا تجار یا هرچی به خاطر همین سیاست قرنطینه که جز مواد غذایی و سیستم درمانی یه مقدار حمل و نقل عمومی بقیه همه باید بسته باشن، خب دیگه اون یا کارگرانشون دیگه باید بیکار بکنن یا یک چیز بکنن. بعد بسته هایی که اقتصادی که دولت تعیین کرده سعی کرده، اینا اینا که قبول ندارن، اینا که در اصل میگن که هر کس که خدا دندان داده نانم داده، ولی چنان ابعاد فاجعه در جهان زیاده که حتی نئولیبرال ترین این کشورهای سرمایه‌داری هم مجبورن یک بسته های اقتصادی رو اعلام کنه، از آمریکا گرفته تا کانادا تا اروپا و جمهوری اسلامی که اصلا هیچی گفته برای 3 میلیون نفر مثلا 200 تا 200,000 تا 600,000 تومان ممکنه بده که اصلا هیچی نیست، یعنی خرج دو روزم یه روزم نیست، ولی به هر حال یه بسته های هست. حالا ما بخوایم ببینیم در کشورهایی که شما ساکن هستید دولت ها اونجا دارن به لحاظ اقتصادی چی کار میکنن، یعنی اونجا الان مثلا فردی رفیقی که شغلش از دست میده مثلا اونجا آیا دولت داره بهش حقوق پرداخت میکنه نمیکنه، چند درصد میکنه و اگه میکنه چند درصد حقوقش، چرا 100% نباید بدن؟ چون الان مثلا برنی سندرز در آمریکا مثلا پرچم این که آقا 100% حقوق کارگر باید پرداخت بشه، شما دارید میلیاردها تو حلقوم کمپانی ها میریزید ولی کارگر چه گناهی کرده؟ این بورانه فلانه و دولت هم همین موقع مالیات گرفتید از مردم باید این موقع به دادشون برسید، چرا صحبت از 50% 60% 70% و اینجور چیزا میکنه؟ حالا نسرین عزیز اونجا دولت داره در انگلیس چی کار میکنه؟ چه شکری میل میکنه؟ ببینید تقریبا دو هفته بعد از این که اعلام کرد که قرنطینه میشن، یعنی که تقریبا این قرنطینه هم که اینجا من توضیح بدم که هست، الان میگن تو خونه بشین بیرون نرین، بیشتر از دو نفر حق تجمع ندارن، در صورتی میریم بیرون که بخواییم مثلا برین خرید یا اینکه نیم ساعت هوا بخورین، قدم بزنین تو پارک یا به حساب داروخانه برین دوا بگیرین، در غیر این صورت بیرون نرین. و کسانی هم که خب اون حالشون خوب نیست یا مثلا ممکنه علایم مایل خفیف کرونا رو داشته باشن میگن خونه بمون، اصلا نرین بیرون. به هر حال بعد از این قرنطینه کردن خب خیلی ها کاراشون از دست دادن، یعنی رستوران ها پاپ اونجا پاپ زیاده، پاپ ها اون مغازه های غذا فروشی، هتل ها، خدمات هتل ها، آرایشگر ها، اینا همه خیلی ها خب همه باید بسته بشن، کاراشون از دست دادن. دولت گفت که یه 80% حقوق کارگرار میده، حالا اینکه کی میده چطور میده البته معلوم هنوز مشخص نیست، ولی نکته اینه که دو هفته بعد از اینکه اعلام قرنطینه شد کسانی که تقاضای دریافت بیمه بیکاری از سوشیال سرویس اینجا میگن کردن، اینجا یه چیزی هستش میگن یونیورسال کردیت، یعنی پول برای خونه، برای خود و خوراک و پول کرای خونه، پول زندگی به هر حال کلن سر هم بهش میگن یونیورسال کردیت، کسانی که تقاضا کردن حدود 950 هزار نفر شد. یعنی شما در نظر بگیرین که در عرض دو هفته چه تعداد از مردم یعنی نمیتونستن که تأمین بکنن زندگیشونه که مجبور شدن که برن تقاضای کمک دولتی بکنن، که اینطوری که خود مثلا اون اداره کمک‌های دولتی میگه معمولا در هر دو هفته 100 هزار نفر اینها تقاضا کننده دارن، یعنی در واقع اگر حساب بکنین حدود 9 برابر 10 برابر شاید این بیشتر شده. خب دولت یه بسته به حساب حدود 300 و یادم نیست دقیقاً 330 خورده بیلیون دلار بیلیون پوند گفته که پمپاژ میکنه به اقتصاد، که حالا اینه که چطوریه، این در واقع بیلاوت، اینه که این نیست که فقط بگیم که اینه به کارگران میده به مردم میده، یعنی معلوم نیست این برنامه، چون همون موقع
این یکی از این صاحبان این ویرجین اتلانتیک هست، یه هواپیمای ریشارد برانسون خیلی معروفه، اون هواپیما رو داره. این از دولت خواهان اعتباری بین 5 تا 7.5 بیلیون پوند شده. خب این در شرایطیه که نمیدونم حالا باش حتما چه آدم توافق کرده باشن، و این در شرایطیه که برای کارگراش قبلا میتونستن 6 بدون برای بیماری پولی بیماری بگیرن خونه بشینن، الان کردتش 3 ماه و 8500 تا فقط اون کارگرا رو دارن میگن که اگر حساب کردن که اگر خود همین برانسون هفته 500 پوند به این کارگرا بده میشه 34 میلیون پوند، در صورتی که ثروتش 4 بیلیون پونده، یعنی خیلی کاملا میتونه در واقع حقوق کارگراشو بده. علاوه بر اون خیلی از بیزنس های دیگه، بیزنس ها منظورم اون شرکت های بزرگ، مثلا فرض کنین یه جاش یکی از به اسم بریتیش بیر اند پاپ اسوسییشن این تقاضای کمک کرده، یعنی اینا این پولا پمپاژ میشه به خیلیاش، به این بیزنس های بزرگ، به شرکت های چند به حساب بزرگ. و ما میدونیم ببینید تو سال 2009 حدود 450 بیلیون اینا بیلات کردن، کمک بانک ها کردن، در صورتی که محاسبه‌ای که کردن اگر قرار باشه به هر فرد بالغی 2000 پوند کمک دولتی بدن حدود 104 بیلیون پوند میشه. در رابطه با خب میدونی که خیلی از کارای ناپایداره، به خصوص تو این شرایط اخیر، مثلا کسانی که دلیوری میکنن، غذا میارن و میبرن، کسانی که راننده های اوبر هستن، کسانی که استخدام رسمی نیستن، مثلا برای شرکت ها اینا کار میکنن، برای اینا هیچ در واقع هیچ برنامه‌ای نداشت، ولی به طوری که خیلی تحت فشار قرار گرفت و یک امضاهای زیاد، میلیون ها امضا جمع شد و بالاخره گفت که نه، میتونیم تا 3 برای کسایی که میتونن تا 3 به حساب اون کرای خونه رو عقب بندازن ندن، ولی نه اینکه نتونن، نه اینکه مثلا باید حتما بدن. مثلا من یکی از دوستام هست که کارش از دست داده، تلفن زده بود و میگفت ندارم در واقع کرای خونه رو بدم، خورده خوراک ندارم، تلفن زده بود به اداره، همون اداره که اینجا میگن هاوزینگ، گفته بود که نه حالا ما نامه تهدیدآمیز براتون نمیفرستیم، ولی یعنی فشار نمیاریم ولی بعدا باید بدین. به هر حال گفته بود که ما کمکی میکنیم به سلف ایمپلویدا، یعنی همون کسایی که میگن خودشون شغل خودشون رو دارن در واقع، ولی بعداً اول اینکه این کمک فکر کنم تو ماه جوان میگن، خب تا ماه جوان اینو چی کار بکنن؟ همینو اصلا که مجبور میشن که برن تقاضای همون کمک یونیورسال کردیت بکنن و بعداً، ولی بعداً هم گفتن که بیمه هاتون بالا میبریم. به هر حال شرایط اینجا اینطوریه. خب اینا که میدونیم جانه سرمایه داری که اصلا خوشش نیومده دیگه، میگه این ویروس منحوس کرونا اومده کار کاسبی ما رو خوبیده، حالا ما باید به این انبوه میلیونی هم کارگرا، حالا یه مقدارش بیشتر از اون باید تو حلقوم این کمپانی ها و کورپوریشن ها و اینا و حالا کسبه خردپا هم که جای خود و فلا اینا، اونجا مجموع اقدامات اقتصادی که داره میکنه به قول تو ایران معروف به سبد معیشت، اونجا سبد معیشت از چه قراره در فرانسه؟ در فرانسه 400 هزار شرکت و 4 میلیون کارکن، این 4 میلیون کارکن رفتن در اینجا بهش میگن بیکاری موقت که 86% حقوق اینا رو دولت باید بده. به این دلیل که الان ما قرنطینه هستیم، یعنی ما از خونه نمیتونیم بریم بیرون، فقط در 4 ما از خونه میتونیم بریم بیرون. این همون که گفتم برید داروخانه یا بیمارستان یا کار طوری باشه، اگر حتی بخواد بری هوا بخوری در 1 خونت میتونی، 21 کیلومتر جریمت، 3 جریمت کنن زندانم ده. در نتیجه دولت یک
پکیج یک بسته داره میده، بعد اعلام کرد. اولا باید بری توی یک سایتی اونجا خودتو معرفی کنی، اونایی که شغل آزاد دارن شرکت دارن میگن که شماره اون مخصوص مالیاتشونه میدن اونا رو، بعد اونا تعیین میکنن بین 1500 تا 3500 یورو قرار رو بدن به اونایی که کارهای کوچک انجام میدن، مغازه‌ای دارن فلان منتاش. بعد گفتم که حدود 400 هزار شرکته. بعد دولت اعلام کرده گفتی شرکت ها حق ندارن این از این سود رو به سهامداراشون بدن فعلا. یک. دو، دولت هیچ چیزی رو دقیق روشن نکرده که خب این پکیجی که گذاشته بعد این پول از کجا میخواد بعدا بگیره، از کی میخواد بگیره بعد. این مهمه. مثلا بازار مشترک اروپا، اتحادیه اروپا، شما تا 3% میتونید چیز داشته به صورت کمبود بودجه داشته باشید، تا 3%. این قانون الان برداشته، الان کشورها میتونن بیشتر داشته، ولی الان سوال اساسی تو فرانسه هم همینه، تمام اتحادیه کارگری اعصاب میدن میگن خب شما این پکیج رو دادید، اولا بیشتر گیر شرکت های بزرگ میاد، به عنوان مثال شرکتی مثل ایر فرانس، رنو، اینا الان یه هتل‌های بزرگ، اینا الان پول از دولت میگیرن، 86% دستمزد کارکنان اونا رو دولت میده. خب وقتی که این بحران تموم شد اینا کی باید جبران کنه؟ اینا آیا باید از مالیات دهندگان باید میخواد بگیرید یا دو مرتبه؟ چون مثلا الان دولت اعلام کرده خب مالیات ها رو عقب بدید، هیچ چیز رو دقیق و روشن اعلام نکرده، ولی تا اونجایی که چیز کرده باید بری گفته این به اصطلاح 4 میلیون نفرن که 86% حقوق دولت میده. بعد امروز البته اعلام کردن که میخوان یه سری خودمختاری محلی بدن به چیزهای رژیون های مختلف فرانسه که اونا ارزیابی کنن که این قرنطینه کم بشه زیاد بشه فلان، ولی در هر صورت اینا حتی مثلا در مورد اجاره مثلا اونایی که کسب و کاری دارن اجاره گفتن اجاره عقب بیفته، ولی صحبت بخش بوده که ما اینا فعلا نکردن، فعلا عقب بیفته. مالیاتی که بعد بدید دولت گفته فعلا اونا عقب بیفته، همه چیز به حالت عقب افتادگی تا بعد چیز کنه. فعلا 45 میلیارد علل حساب گذاشتن برای این کار، بعد 350 میلیارد برای بعدا گذاشتن که عمدتا هزینه شرکت های بزرگ میشه، برای شرکت های بزرگ میشه. ولی یه سری به سراغ مشاغل هست اینجا که مثلا هتل ها، رستوران ها، مشاغل کوچک تماما خوابیده و اصلا پولی هم که الان میخوان بدن اعلام نکردن که از چه تاریخی دقیقا این پول خواهند داد. فعلا شما باید بری توی سایتی مدارک رو بفرستید تا بعد چیز بشه. فعلا اینجا همه چیز زیر سواله، دولت یه قولای داره ولی هنوز چیز مشخصی حتا نکرده. به هر حال این وعده مثل که سرخرمنه در خیلی از کشورها به همین ترتیبه. در مورد مثلا اونایی که کرای خونه اگر مستاجر هستن یا اگر خونه دارن ولی قسطشو به بانک بدهکارن، آیا بانک ها فرجی دادن ندادن کرایه مثلا؟ آره یه مثلا گفتن به شرکت ها وام، بانک ها وام بدن سال اول بهره رو بر نمیدارن، ولی از سال اول بدن با 1%. یه مثلا. دو، اجاره ها عقب میفته ولی هنوز چون اجاره بخشش مثلا دولت نمیتونه اجاره خصوصی رو مال خونه رو ببخشه به کسی، ممکنه این مکان دولتی باشه که مثلا شما از یه جای دولت اجاره کرده باشی، مثلا مغازه‌ای که تو مترو هست از یه شرکت دولتی شما اجاره میکنید، ممکنه اونو ببخشه، ولی هنوز در مورد اجاره ها چیزی بیان نکرده. ولی برای وام دادن گفته که وام سال اول پول بهره نمیدید، از سال بعد با بهره 1% به شرکت ها وام میده، که البته میگم باید به تو سایت مخصوص وزارت اقتصاد اون شماره مخصوص مالیات تو بدی، همه اینا رو بعد اونا تصمیم میگیرن که چه کاری انجام بدن. فعلا این چیزایی که دولت صحبت های کرده که فعلا مردم چون خیلی حالت چیز داره، همین چه خوابیده اینجا داره. شما الان تو خیابون میره یه دونه مغازه بگین، هیچ مغازه اینجا باز نیست، هیچ باز نیست اینجا.
کارخونا اکثرا خوابیده یا چیز. شرکت های هواپیمایی، فرودگاه اورلی و فرودگاه شاردوگل خوابیده، فقط و فقط باز میکنن که ماسک بیاد اینجا، ماسک یا دستگاه اکسیژن بیاد. بنا خواب تمام هتل ها خوابیده، بخش های زیاد بخش خدمات خوابیده، یعنی اصلا جامعه کاملا یعنی سکون چیز خوابیده. حالا اینه ایچه هم اضافه کنم که اینا مشکلی بر مشکل اضافه شده، خشونت خانگی. حالا تو وسط این خیلی رفته دارم. یک گفتگویی دارم با الهه امانی به طور ویژه در همین ارتباط، افزایش خشونت های خانگی در دوره بحران کرونا. اینجا پلیس کنید داروخانه اگر خشونت بود، یا پلیس یا داروخانه، که بعد دولت هتل‌ها گرفته برای اون خانمایی که متعرض قرار گرفتن. اینم در مجموعه چیز فرانسه. موسیقی عزیز، در دانمارک این سبد معیشتی به چه ترتیبیه؟ این وعده سرخرمنه یا بلا فاصله دارن اجرا میکنن؟ از کی میخوان اجرا کنن؟ به کارگرها چی میرسه، اونایی که شغلشون از دست میدن؟ البته همه جزئیاتش من نمیدونم، ولی تا اونجایی که من خوندم و اطلاع دارم یه چیزی شبیه همین گارانتی های هست که تو فرانسه گفتن، یعنی دولت به مؤسسات، کارخونه ها، تولیدی ها، کارخونه ها چیز کرده که گارانتی میکنه، یعنی حقوق از همین ماه آوریل تا اونجایی که پیش بینی کردم ماه جولای هست، که در عرض این سه ماه تا 75 تا 90% حقوق اینا رو برمیگردونه به صاحبکارا مؤسسات، اینا که اینا رو از کار بیکار نکنن، حقوقاشون رو بدن، ولی یه سقف گذاشتن، یعنی اینجور چه 100% نیست، یه سقف گذاشته، یه مبلغ گذاشتن چه متناسب با وضعیت یه حقوق بگیر اینجاست، یه سقف گذاشتن چه اینقدر میدن. بعد در این، خب این در مورد حساب مؤسسات و چیزایی هست که مؤسسات خصوصی، تولیدات خصوصی. خب اون بخش عمومی هم که قرنطینه هستن، خب دولت اینا رو حقوقشون رو میده، اونا خوش قطع میشه. بخش مثلا بخش بهداشت، خب همه میرن سر کار، یعنی چیز تاکید از چید هست، کسی به حساب نمیتونه چیز بکنه، همه برن سر کار که به احتیاجی هست. اون بخش های چی کار میکنه؟ اون بخش هایی که مثل اون به حساب شرکت های کوچه چه خصوصی، مغازه ها، آرایشگر ها، رستوران های کوچه چه فلا اینا، اینا جزئیات چی نمیدونم، ولی یه اطلاعی دادم اون که از 25 ماه مار شروع شد، کسانی که تقاضای به حساب چیز میکنن، یعنی تقاضای پرداخت حقوق برای کارگراشون هست یا برای خودشون هست، اینا به حساب تقاضاشون میفرستن برای دولت، ولی جزئیات چیز زیاد نمیدونم. ولی میدونم که دولت به حساب گارانتی کرده که بخش زیادی تا 75 تا 90% این عددی بود، ولی تفاوتش نمیدونم که چی 90% چی 75% میدن. به اضافه این چیه، سقفی هم اول گذاشته بودن پایین بود، بعد اونو بالا آوردن، یعنی مبلغش بالا آوردن. البته بیژن هم این سوال هم مطرح کرده بود که خب این پولو دولت از کجا میخواد بیاره؟ از خب کشورهای مثل ایران مثلا صندوق ذخیره ارزی هست، فرض حالا روحانی تقاضای 1 میلیارد دلار برداشت کرده، هنوز من نمیدونم خامنه‌ای جواب داده نداده، دفعه قبل که مال زلزله زیگان کرمانشاه بود پاسخ منفی داده بود که از صندوق ارزی برداشته نشه، اونو میخوان صرف هلال شیعه بکنن در خاورمیانه. ولی یا حالا صندوق ذخیره ارزی داره اون کشور دولت، یا اینکه استقراض میکنه دولت از بانک ها دیگه. یه نکته اشاره بکنم، همون طوری که در بحران 2008 اون دوران دولت‌های راست اینجا قدرت در دست داشتن، از جیب مردم نزدیک بالاتر از فقط یه قلمش 200 میلیارد کرون دادن بانک‌ها، یعنی به خودشون، در واقع خودشون از جیب مردم برمی‌دارن میدن به خودشون، چون سهامدارای بانک‌ها خب خودشون هستن اینا. این طبیعتاً این پرداخت‌ها بسته به موازنه قدرت هست اینا، بین مردم و صاحبان ثروت اینا، چی زورش میرسه چی نمیرسه. ولی با توجه به وضعیت عمومی و این خواب کردن های مردم فلاینا، در نهایت هم از جیب مردم میدن اینا، چون اینا از بودجه های مثلا بودجه های نظامی و بودجه های مثلا خرید تسلیحات، مثلا تو دانمارک شما هر 10 سال یه بار این هواپیماهای جنگی رو عوض میکنن،
در عرض از جنگ جهانی دوم که هیچی دانمانی هم تو جنگ نبود، یعنی شما در عرض این دو قرن دانمان تو جنگ نبوده، ولی هر 10 سال یه بار هواپیما هاشون از باید برادر بزرگ باید هواپیما جرون رو اینا بفروشن. این از اینا کم نمی کنن اینا. هر وقتی هم طالبان تو افغانستان به کمک احتیاج داره، به گلوله احتیاج داره، یا به جنگ احتیاج داره، باید بودجه اضافه میکنه، تعداد میفرستن. یعنی از این بودجه های اینجوری کم نمیکنن، دربارش حرف نمیزنن، نمیدونم درباره اون خرج مخارج های نمیدونم متفرقه این نمادهای فسیل تو این کشورهای اسکاندیناوی که هنوز هم هستن از حقوق و بودجه های اینا هم کم نمیکنن. بعد مثل همون انگلیس مثلا. در نهایت خب از جیب مردم هست، این از جیب مردم، اونایی که طبیعتا برن تعقیب کنن این میدونن که از کجا هست این. یعنی بعد به اضافه این که عجیب اون شیوه، من که در مورد زمین اقتصاد زیاد اطلاع ندارم، ولی اون شیوه که مثلا تو رژیم ایران هم همین کار انجام میکنن، چون ذخیره ارزی هم ندارن، بچه پول چاپ میکنن. حالا این چجوری تو اروپا میکنن من نمیدونم، از غیب میاد یا از جای دیگه که سبب تورم میشه. بعد تازه وضعیت در کشورهای اروپایی که داره شما اینجوری میگید، حالا مثلا کشوری مثل هند که نخست وزیرش گفته 1.5 میلیارد باید برن تو قرنطینه، امروز به بی بی سی بود داشت مصاحبه میکرد، با میگفت که با مثلا این زاغه هایی که میلیونی هستی که در حاشیه شهرهای هند، میگفت که ما الان به اندازه 2 روز غذا دارم. اینا که میگن قرنطینه، من اگه امروز کار نکنم غذای 2 روز بعد دیگه غذا ندارم، اگه قرار من از گرسنگی بمیرم خب چی فرق میکنه از کرونا بمیرم از گرسنگی بمیرم؟ یعنی مادری که چند تا بچه هم مثلا تو اون حلبی آبادهای اطراف بمبئی و سایر شهرهای، حالا اون وضعیت که اونجا هند و ایران و کشورهای آفریقایی اگه اونجا کرونا گسترش پیدا بکنه که واویلاست. این تازه الان توی به اصطلاح چیه توی اروپاست و اینا. خب مرافق عزیز، در سوئد اوضاع به چه ترتیبه؟ من یه آماری دیدم جهانی البته بود، میگو بهش میگن ویج سابسیدی، یعنی سوبسید دستمزد، که پایین ترین میزان در آلمان بود با 60%، بعد کانادا و ایرلند و دانمارک 75% بود، فرانسه 84 بالای 80%، ایتالیا و اسپانیا بالای 80%، سوئد بالاترین بود. یعنی قرار دولت فقیه شما مثل که 90% بده. آره ببینین اینا آماری که دادن، اولا در مورد بیکاری بگم که تو ماه مارس فقط اینا 36,000 تا بیکار آمارشو دادن، بعد در طی یک هفته 18,433 نفر بیکار شدن. یعنی وقتی خودشون رو بعدن صحبت کردن، برگشتن مدیر در واقع صندوق بازنشستگی تو اسفیتی که صحبت داشته، گفته اینجا دچار یک رکود اقتصادی شدید ما باید انتظارش رو داشته باشیم، که در ارتباط با این هم در اومده مقایسه کرده، گفته اگه وضع به همین منوال ادامه پیدا کنه تا سال یعنی باید با آلمان سال 1920 مقایسه کنیم و با آمریکا 1939 باید مقایسهش کرد، در واقع 1930 سی آمریکا، 1920 آلمان وضعیت اقتصادی اینجا را باید مقایسه کنیم. یعنی بحران بیکاری اینجا روز به روز شدت بیشتری پیدا داره میکنه، ولی پولی که دولت در نظر گرفته، دولت تمام تلاشش در الان بر این مبنا که بتونه بیکاری رو به اصطلاح کاهش بده، ولی چجوری میخواد اینو کاهش بده؟ اومده 300,000 میلیارد کرون در نظر گرفته، به بانک ها داده که از طریق اون به شرکت ها واگذار بشه و بتونه یعنی از شرکت ها خواسته که انتظار خدمت کنن پرسنلشون رو، به جای اینکه پرسنلشون رو بیکار کنن. بعد اومده گفته فعلا همونجور که مثلا در مورد استلاجی هایی که تا حالا قبلا قرار بود که کارفرما پرداخت کنه، گفته نیاز نیست که شما استلاجی رو از دکتر بیارین و ما خودمون
پولش رو پرداخت میکنیم. یعنی قبلا ما وقتی استلاجی میگرفتیم کارفرما میباز پول ما رو میداد، درصد دیرم پوشینکاس ها به ما میداده، در واقع اداره بیمه به ما میداد. ولی اینو این سری دولت گفته همه رو من پرداخت میکنم به این عنوانی که پرسنل یا کارمندا نیاز به این نداشته باشه که حتما برن دکتر و بخوان برگه استلاجی بگیرن. ولی از طرف دیگه اون چیزی که مورد انتقاد رسانه هاست اینکه هیچ کنترلی بر این پولی که دولت به بانک ها داده نیست و به انزمامی که عمده هزینه این پول رو فعلا به شرکت هواپیمایی و شرکت کشتیرانی داده و چون درصد بیکاری در هواپیمایی و کشتیرانی بسیار زیاد بوده، حتی سعی کرده از پرسنل کشتیرانی و هواپیمایی به عنوان کادر درمانی با یک دوره آموزش کوتاه اینا رو به عنوان کادر درمانی استفاده کنه که بتونه جلوی بیکاری اینا رو بگیره. و قرار بر این شد که مثلا با اجاره‌ای که مستغلاتی رو که داشتن شرکت‌هایی که دارن باید اجاره رو پرداخت کنن، گفت که شما اجاره رو بدین، مالیات رو در واقع ما از شما نمیگیریم، ولی در طی 3 سال بعد شما باید اون چیزی رو که مالیاتی رو که نپرداختین دوباره برگردونید. یعنی به معنای این نیست که حتما از جیب کیسه دولت بره. و اون چیزی که مورد انتقاد الان رسانه هاست، گفتم خدمتتون، این که هیچ کنترلی بر این بانک ها که این پولا رو به کدوم شرکت ها میدن و آیا شرکت های کوچک هم ازش بهرمند خواهند شد یا نه روش نیست. پیروز عزیز، در بلژیک اوضاع چه قراره؟ بالا من چیزی که از رفقام شنیدم، همونجور که در رابطه با مسائل بیمه و درمان و فلان اینا بود، تشابهاتی دارن همه اینا، علل خصوص کشورهای اروپایی، چون یک به خصوص در زمینه اقتصادی تقریبا یک سیاستیه که از طریق اتحادیه اروپا هم اعمال میشه براشون، تشابهات زیادی ده. اولا من بگم که به نظر اون چیزی که تا امروزه مشخص شده فعلا در سطح حرف بوده، یعنی بودجه ای رو اختصاص بدن، این بودجه به چه طیفی تعلق بگیره خودش یک مسئله است، یا فرض کنید تسهیلاتی رو قرار بدن این تسهیلات به چه شکلی عمل کنه خودش تا حدودی زیر سوال. فرض کنید مثلا به عنوان نمونه اعلام کرده بودن که بانک‌ها کسانی که اقساطی دارن میتونن با بانک‌ها تماس بگیرن و این اقساطشون رو عقب بندازن. از جمله مورد مشخصی رو ما خودمون داریم، من خودم یعنی دارم، که در رابطه با 2 مورد ما مراجعه کردیم، تماس گرفتیم و از طریق ایمیل ما رو در جریان گذاشتیم بنا به وضعیتی که وجود داره و با توجه به اینکه این کار الان کاملا کار ما افت کرده و خابیده و خود ما هم در قرنطینه هستیم، این 2 موردی رو که ما داریم این رو خواهان این هستیم طبق قرار اعلامی که شده این رو در به اصطلاح زمانش رو یه مقداری عقب بندازیم، توی ماهای عقب بیفته. اتفاقا به طور مشخص دیروز مسئول بخشی از اون مورد با ما تماس گرفت، گفت هیچ اشکالی نداره، اول شما مراجعه کنید به از طریق یه فرمولی، یک آدرسی رو به اصطلاح داد توی اینترنت، مراجعه کنید به اونجا، اون فرمول رو پر کنید، ما 6 ماه این اقساط شما رو میندازیم عقب، البته کاپیتالش رو میندازیم عقب، شما اون بهره هاشو باید بدید هر ماه. متوجه میشید؟ یعنی بهره عقب میندازن که بعداً بدید، ولی سودش از الان میگیرن. بله، شما اینم در نظر بگیرید، اونی که بعداً میفته اون بدون بهره باز نخواهد بود. بله، اون خودش وقتی عقب میفته اون خودش دارای بهره خواهد بود، ولی امروزه چون شما 6 ماه نخواهید داد بهره رو از شما میگیرن. خب این میشه گفت که یک نوع وعده سرخرمن دادن و در این حال این نشان از این هست که به هیچ عنوان گذشت برای، یعنی تو هر زمینه ای، فرض کنید مثلا من امروز با یکی از دوستانم که حقوق بگیر هست به طور مشخص برای جایی کار میکنه،
این اعلام کردن 60-70% حقوقشون رو بهشون میدن، نه 100%. اون 60-70% هم تا امروز که الان دوم ماهه هیچی پرداخت نشده. اعلام کردن برید کاغذ یه سری فرمایی رو باز پر کنید، با وجودی که کار رسمی تقریبا نیمه دولتی داره، یعنی یک شرکت وزیه که به نوعی در ارتباط با نیمه دولتی محسوب میشه، هنوز پرداختی نشده هیچی. تمامی صحبت هایی که در رابطه با حالا تو بخش 100% دولتی، کسانی که برای دولت دقیقا کار میکنن یه مقدار میتونه متفاوت باشه، ولی اونهایی که نیمه دولتی هن یا خصوصی هن، اینا قطعا با مشکلاتی مواجه خواهند شد. بیشتر در حد شعار نمونه عقب انداختن اقساط و اینا رو چیزی که من بینه برای خود من پیش اومده که من اینجا بازگو کردم، میتونید اضافت کنید و دیگران هم چجگونه خواهد. مرسی. من فقط سریع هم بگم که در امریکا که یک کنگره یک بودجه 2000 میلیارد دلاری، بیش از 2000 میلیارد دلاری تصویب توافق کردن که حالا بخش اعظمش میره تو حلقوم این کمپانی ها و کورپوریشن ها و بزرگ سرمایه داران، یه چیزی هم میخواد به کارگران بماسه، گفتن که مثلا 1200 دلار به هر بزرگ سال و 500 دلار بابت بچه تو آمریکا میخوان بدن. امروز تا امروز هنوز یک چک هم واریز نشده. همین داستان تو کانادا هم هست، گفتن 2000 دلار در ماه ما میدیم به کسایی که به اصطلاح شغلشون رو از دست دادن، ولی همه اینها باید برن آنلاین تقاضا بکنن. اصلا یک روزای کامپیوتر دولت از کار افتاد، از بس هجوم آورده بودن بیکاران برای پر کردن این داستان و کاغذبازی ها و فلان. حالا هنوز که هنوز ما در روزای اول ماه آوریل هستیم، خبری از چک نیست. مردم دارن از جیب، چه اونایی که حالا کسبی خردپا بودن و چه اونایی که کارگر و حقوق بگیر بودن. این داستان هست در کانادا. خب با توجه که این میزیگرد ما هم طول کشید، فقط در این دور آخر، کلام آخر، هر رفیقی 2 دقیقه جنبندی چیزی اینا داره میتونه بیان بکنه. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست یک بیانیه داده بود، معتقده که خود کرونا باعث بحران نشده، تبدیل شدن کرونا به فاجعه ناشی از شکست و درماندگی نظام سرمایه‌داری و بحران‌های ساختاری خود نظام سرمایه‌داری. در رابطه با این دیدگاه و کلا شما اینکه خودتون چی می‌بینید موضوع رو و چشم‌انداز و راه حل و بدیل چی هست؟ می‌دونم این اصلا سوال گنده‌ایه که در 2-3 دقیقه نمیشه، ولی متأسفانه با توجه به طول کشیدن میزگرد بتونیم تو برنامه ماهواری جای بدیم، باید به فعلا به این بسنده بکنیم. خب من از نسرین عزیز شروع می‌کنم. راستش خیلی مشکله تو 2-3 دقیقه بخوای اینو توضیح بدی، واقعا نمیدونم چقدر من بتونم. ولی ببینیم، ویروس کرونا در واقع این یه فاجعه طبیعی نبود، یعنی مثل این نبود که مثلا یه سنگی از آسمان بار زمین دیگه ما دست ما نباشه یا آتش فشان بشه. این از همون موقعی شناساییش تا موقعی که اعلام شد که پاندمیکه، در هر مرحله از این وضعیت فاجعه آمیز میتونستن جلوش بگیرن، ولی واقعیت اینه که به علت سود، یعنی که سود بر نیاز انسان، بر انسانیت، اصلا این برتری داره، اولویت داره و در واقع همین بر اساس این بربریتی که بر پایه های این سیستم اجتماعی اقتصادیه، این باعث در واقع به وجود آمدن این فاجعه شده. البته به نظر منم فکر میکنم که بحران اقتصادی از قبل وجود داشت و این در واقع مثل انگلیسی ها میگن تریگر، در این مثل یک ضربه ای بود کرونا که این بحران در واقع به این صورت در آورد. ولی چند تا به نظر من مسئله رو میتونیم ما در نظر بگیریم. یعنی اینکه واقعیت اینه که این بحران کرونا در هم فروپاشی اون سازمان ها و اون دستگاه هایی ره که در واقع اینا میگفتن که مهمترینش مثلا همین خصوصیه، برنامه مثلا سلامت خصوصیه، که اصلا این ذوب شد مثل اینکه آب شد به زمین رفت در واقع،
یعنی این بحران کرونا، این افسانه ره، این سازمان‌های دولتی خصوصی ره در واقع در جلو چشم مردم همه دیدن که اینا چی کار دارن میکنن. و دیگه این که واقعیت اینه که کارگراره برای اون قدرت کارگرا دیده شد. یعنی الان مشخصه که اگر کادر درمانی نرسه سر کار، اگر اون خدمتکار و کسانی که در مغازه ها کار میکنن نرسه سر کار، اگر کسانی که دلیوری میکنن نرسه سر کار، کسانی که تو ادارات مختلف باس درایور هستن اینا نرسه سر کار، این کارگر هست. این اصلا نشون داد که کارگر هست که این در واقع جامعه رو میچرخانه. و حالا اگر این ثروتمندا، نمیدونم ملکه، نمیدونم اون کسی که صاحب بانک، بانکدارا، سرمایه دارای بزرگ، اینا برن توی خونه های قصراشون نشستن نیان بیرون، هیچ آب از آب تکان نمیخوره، اصلا اندازه بهتره که نیان. یعنی در واقع بعد من میگم که شاید نشه توی دو سه دقیقه اینو توضیح داد، ولی میخوام بگم که یه مجموعی هم هست، یعنی مجموعی از این تخریب جنگ، تخریب طبیعت، اکوسیستم، یعنی این کشاورزی و مزرعه‌داری صنعتی که این در واقع سرمایه داری ره، یعنی در واقع این زندگی انسان در خطر قرار داره، این شکل در واقع کنترل نشده استثمار انسان، استثمار طبیعت، استثمار حیوانات، به اضافه جنگل زدایی، فرسایش خاک، آلودگی آفت، این پستیسایدها که میگن اینا هست، همه اینا باعث میشن که این ویروس ها در واقع اینا از انسان عبور بکنه. در واقع کرونا یکی از آخر نشه. حالا راه حل چیه؟ آیا فقط واکسن میتونه؟ آره، یه برای مدت کوتاه، ولی چند ماه دیگه، چند وقت دیگه یه ویروس دیگه میاد با یه اپیدمی دیگری. به هر حال نمیشه توی این چند دقیقه این میگم که توضیح داد. من فقط یه نکته کوچیکی که بگم، اگر همه ما همین چند وقت پیش اگه یادمون باشه توی تظاهرات بسیار زیادی در اکثر نقاط در آمریکای لاتین، تو خاورمیانه، تو آرژانتین، شیلی، کولومبیا، همه اینا تظاهراتی بود که بر علیه این سیستم جهانی موجود، علیه این سیاست‌های ریاضت اقتصادی موجود. اونجا یه نکته اونجا اشاره کرده بودن که ما به نرمال بر نمی‌گردیم. نرمال مشکله. واقعیت اینه که من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم، یعنی دیگه این جام، یعنی سیستم نمی‌تونه به نرمال برگرده. حالا اینی که پسا کرونا دوران جدیدی خواهد. خیلی از مدلات، یعنی این بعد روش بعدن، یعنی صحبت زیادی می‌بره. بله، صحبت حتما باز موافق باشید بعدن متناسب، چون این همه خودشون هم میگن این اصلا صحبت سر چند هفته و چند ماه و اینا نیست، یعنی اصلا ممکنه حتی واکسنش که الان ابتدایی ترین چیزشه، صحبت از این که یک سال و بیشتری ممکنه طول بکشه تا در اگه پیدا بشه در مقیاس انبوه تولید بشه و این داستانها، تازه بعد از اون این پس لرزه های اقتصادی این بحران هست، همه این چیزایی رو که قرار بدن اینا بدن دو برابرش از حلقوم و مردم میخوان بکشن بیرون. بعد خیلی هم پیش بینی میکنن موجی از انفجارهای سیاسی و خیزش ها در راه خواهد بود که در این احتمال زیاد شکی نیست. خب اوکی، بیژن عزیز دیدگاهتون هم میشنویم کوتاه. ببینید این اونجا که کارشناسا میگن ویروس کرونا از حیوانات به انسان زیست شده و یکی از دلایل اصلیش هم از بین بردن محیط زیسته، یعنی یکی از به صراحت تمام این از محیط زیست از بین بردن، خیلی از مکانهایی که جایی برای پرندگان بوده، برای حیوانات بوده، از بین رفته. اونا نزدیکی های اومدن در مزارع، در چیز مثل اون مرض ابولا که در افریقا رفت، که میگفتن که از خفاش رفته و تمام جنگل های منطقه از بین رفته بوده و این خفاش ها مرضی بود درخت های میوه روزده ها برن بشینن، در اینش از ترشوی بزاق دهان اونها این مصیبت ها به وجود اومده. و این مسئله که این نشون داد که سیستم سرمایه‌داری فقط پول براش مهمه،
به عنوان مثال در همین پاریس ما که میگن عروس شهرهای جهانه، در منطقه 20 پاریس برای هر 10,000 نفر 70 تا تخت وجود داره، در حالی که در 5 کیلومتری همین پاریس در حومه فقیر نشینش برای هر 10,000 نفر 27 تا تخت وجود داره. و اینا سیستم سرمایه‌داری فرانسه حداقل در 30 سال اخیر مدام تمام چیزهای بهداشتی خدماتی رو زده و زده از بین برده و از این بدتر هم خواهد شد. و اینا تا از اون ویروس هم که میگن اوایل سال 2021 تازه اگر جواب داده بشه 21 خواهد من. یعنی تا اون موقع باید ما منتظر چیزای زیادی باشیم. و به نظر من مردم خودشون حداقل میگن به تجربه خیلی راحت دیدن، مثلا در ایتالیا انتخاب آقا پیرا بمیرن به روشن هیچ جای شک و تردیدی واقع نذاشتن، یا در انگلیس از زبان نخست وزیر اومد. یعنی مردم به نظر من به اینه با وضوح تمام این به صورت سنگدلی و بیرحمی سرمایه‌داری رو که فقط معیار ارزش پوله، چیزی بیش از اون نیست، این رو به نظر من دیدن. حالا خود در کشور مثل ما که ایران که بدتر، یا در چین اگر میگن زود کنترل کردن به زور بوده، اونا معلوم آمارش چقدر صحیح بوده باشه. و به نظر من بعد چون در فرانسه حداقل میگن بعد از این موضوع فرانسه با یک کسب بودجه از این مواجه خواهد بود و رشدش احتمالاً ممکنه رشد به طرف رشد منفی هم بره، یعنی عواقب چند جانبه در فرانسه خواهد داشت. این که مردم به وضوع انتقادات جدی و اساسی خواهند داشت به این دولت، به این سیستم سرمایه داری، به این سیستم سرمایه داری و لیبرالیزم افزار گسیخته که وجود داره. و بازم درست میگم بعد از کرونا دیگر مثل سابق نخواهد بود. موسوی عزیز دیدگاه تو هم کوتاه میشنویم. صحبت های رفیق نصرین رو گوش دادم، من موافق هستم. خب این که میشد کرونا رو جلوش گرفت طبیعتاً میشد با این بودجه های عظیمی، با شما میدونی چی اصلا کلا تو بشر امروز دولت ها و هم یه جای خاصی تو دنیا نمیبینی که عقل و واقعا معقولیت به کار ببرن، عقل به کار ببرن. شما توی جامعه اروپایی میبینیم که بودجه های نظامی سرسام آوره، آمریکا از این طرف اینا، یعنی یک صدم این بودجه نظامی این دیوانوار علیه همدیگه اسلحه تولید میکنن به کار میگیره برای بهداشت آموزش فلا اینا. اصلا کرونا رو از قبل خیلی وقت پیش خیلی از این محققان میگفتن، خیلی وقت پیش این پیشبینی میتونستن بکنه میکردن هم که این چیزا میان، یعنی همیشه آمادن برای این چیزا، قشن راحت میشه جلوشی گرفت. یه بخشیش این هست، این به حساب مسابقات سرسام آور تولید اسلحه و جنگ و جنگ‌های نیابتی و فلا اینا که کره زمین ناامن کرده برای همه بشریت. بعدش هم یه مقایسه کوچیکش ببین، همون درباره کوبا که 60 سال 50 سال به حساب تحت چیز هست، تحت تحریم هست، کشورهای غربی به خصوص آمریکا هست، یه نمونه از عملکردش ما الان می‌بینیم. همه کشورهای دنیا دست به دهان موندن و التماس میکنه یه ماسک بدین، یه فلان بدین، یه پرستار بدین، فلان نه. کوبا الان به ده‌ها کشور پزشک متخصص فلان اینا فرسته. همون سوسیالیسم بدش این همه توانایی داره، چون اونجا ندونستن نمیتونن با کشورهای بزرگ بجنگن برن تولید اسلحه بکنن، نه نیرو گذاشتن رو بهداشت، رو آموزش، این چیزا مجانی هست. و تو سیستم و نه تنها در خود کوبا هزاران پزشک تربیت کردم کشورهای آمریکای لاتین برای آفریقا فراد. ما اونجا یه مار رفتیم این سیستم بهداشت و درمان کوبا رو دیدیم، به خاطر اینکه کشور فقیری هست بیشترین کارشون رو گذاشتن رو پیشگیری و به حساب رشد بهداشت در اون کشور و عملکردش رو می‌بینیم الان جا. چون اونجا معیار سود نبوده. شما هیچ جنبه از زندگی بشر نمی‌بینی الان که برای تو کشورهای اینجا که مسئله محور اصلی فعالیت سود است. خب وقتی سود است خب خیلی چیزا فراموش میشه. شما بعد غیر از این اینا خود اون چیزایی که رفیق نصرین گفتین مسئله ویرانی طبیعت فلا اینا، خود اون معقولیت عمومی هست در جهان. شما میدونید وقتی بشر هم استرس داره اینا بعضی وقتا چیز نیست اینا. در کشورهای جهان سوم مثلا این افزایش جمعیت این خواه ناخواه طبیعت از بین میبره. شما نمیتونی اینا 1.5 میلیارد آدم تو چین هستن همه میخوان غذا بخورن، معلومه چی به قول معروف هر جنبنده به خزنده هست گیرشون بیاد میخورن اینا.
یا مثلا شما این طبیعت چی نمیتونید، چون ما تو 30 سال پیش تو ایران 30 میلیون نفر داریم، الان 85 میلیون نفر داریم، تولید چی سرانه چه افزایش پیدا نکرده اینا. یعنی با همش برمیگره اون سیستم، نه که هر کسی به اندازه آگاهش مسئول است، منظورم اون سیستم های حاکم هست که این فقر عمومی رو دامن میزنن، ناآگاهی عمومی رو دامن میزنن، جلوی رشد هر فکر اندیشه به حساب عدالت خواهانه معقولیت بشر این چیزها رو میگیرن اینا. و بدترین شکلش همچنان چی میدونین تو خاورمیانه هست اینا، اون فجایع چون اتفاق میفته. یا در یه نمونه دیگه، اولین کارهایی که خود همین ترامپ کرد، بودجه‌ای که تو آمریکا گذاشته بودن برای کمک به رشد به حساب رشد جمعیت کم کنن تو کشورهای جهان سوم خاورمیانه، اون بودجه رو برداشت. بله. یعنی برای گسترش فقر، برای گسترش بیچارگی. بله. این سیستم برداشتن تو آمریکا بود. مرسی به موسوی عزیز دادم. خب مرافق، نظر شما هم کوتاه لطفا. تضاد انسان با خودش و با طبیعت اینجا مسئله میشه، که اون چیزی رو که سعی کرده سرمایه‌داری اینو بپوشونه. شما در نظر بگیرین سال 2011 آمریکا فقط 4 تا لابراتوار تحقیقاتی بیولوژیکی داشته، الان بالای 400 تا لابراتوار تحقیقاتی بیولوژیکی داره و رقباش هم که چین و کشورهای دیگه دست کمی از اون ندارن، اونا هم همین. یعنی تمام توجهات رفته بود رو تخریب محیط زیست به جای اینکه محیط زیست رو برای بشریت بسازن. با اون چیزی رو که کرونا نشون داده، اینکه تو این مقنده دوباره بحثا رو مسئله محیط زیست چرخید و مسئله اون چیزی رو که مطرح است، نولیبرالیست، سیاست نولیبرالیسمی و گلوبالیسمی که در عرصه جهانی مطرح هستش. شما در نظر بگیریم با مسئلهی که در چین به وجود اومد، بازار عرصه کلن متوقف شد. با متوقف شدن بازار عرضه در عرض یک ماه کل اقتصاد اروپا متوقف شده. یعنی اینا تازه دوباره به این هدف رسیدن که باید چیکار کنن. یعنی اون چیزی رو که ما داریم در مورد کوبا مطرح میکنیم، کوبا یک کشوری بود که وارد این عرضه نشده، یعنی نه اینکه 100% مورد تایید ما باشه، ولی وارد این عرصه به این شدت نشد که تمام اقتصاد خودش رو وابسته به کشورهای دیگه کنه. شما در نظر بگیرین الان مثلا چین در اکوادور 2/3 جنگلاش رو گرفته برای اکتشاف نفت. خب این برای که میتونه به سر تخریب محیط زیست در اون کشور بیاره، خب عوارضش میشه کرونایی که الان ما داریم، جهشی که صورت میگیره. ویلا همین ویروس در بدن اون در واقع جانور بوده، چیزی نیست که جدید بوده باشه. یا همون وضعیتی که الان تو کشور ما، خود ایران در تخریب محیط زیست، در واگذاری کیش و نقاط دیگه به کشورهای دیگه، روسیه نمیدونم به کشور چین، واگذاری که صورت میگیره، جز تخریب محیط زیست چیز رو به همراه نداره. و تمام اون چیزایی که ما در واقع در طی این مدت مطرح کردیم که نمیدونم دستکش نیست، فلان نیست، اینا همه معلوله. علت چیز دیگر است، اون ساختار نظام سرمایه‌داریه که نمیتونه عرضه واقعی بر مردم داشته باشه، نمیتونه امنیت رو برای مردم برقرار کنه، نمیتونه آسایش رو برای مردم برمقام بیاره. مرسی. خواهش. فیروز عزیز خیلی مختصر کلام آخرم میشنویم از تو. ضمن همسو بودم با تمامی گفته های رفقای عزیزم که اینجا شمردن، موارد مختلف و از زاویه‌هایی که شباهت خیلی نزدیک به همدیگه داشت، من به یک شکل دیگه نگاه کنم، بگم که خب با همه این مسائلی که این رفقا گفتن چه باید کرد؟ باید اینجا با شهامت تمام باید فریاد زد، کوبید برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه که تامین کننده سلامت و همون معیشتی که خودت یاد کردی ازش و منزلت انسانی، باید رفت به سوی ایجاد یک نظامی که انسان به مثابه انسان ارزش واقعی داشته باشه، هویت انسانی انسان قابل تامین باشه و جامعه‌ای که حاکمیت اکثریت عظیم بر اکثریت عظیم بنا بشه. با شهامت تمام باید فریاد زد هیچ کدام تمامی اینها بدون کمکاس میتونه فقط در یک نظام که آن هم سوسیالیسم باشه تامین بشه.
با شهامت امروزه در مقابل این خباثت هایی که تاکنون سرمایه داری به خرج داده و به خصوص این ناتوانی و عاجز بودن از تامین حداقل های مردم جهان به شکلی که امروزه به قول معروف در مقابلش قرار گرفته، ما طرفداران سوسیالیسم با شهامت باید فریاد بزنیم و اون رو تنها جایگزین مناسب برای این نظام معرفی کنیم. من اینو دارم. به قول روزا روزنبور که یک قرن پیش گفت سوسیالیسم یا بربریت، منتها نه سوسیالیسمی که در این کشورهای بلوک شرق بود از آزادی و خودحکومتی دموکراتیک مردمی توهی بود، سوسیالیسمی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه، عمیق‌ترین نوع دموکراسی و آزادی‌های بی‌قید شرط، نظامی که در آن سلامت، معیشت، منزلت، حق مسلم توده است. درود بر رفقای عزیزم در انگلیس و دانمارک و بلژیک و فرانسه و سوئد.